کشم دل باز کن که جان بینی آنچه است آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد وانچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا برنامه به دنبال آفتاب و با تشکر از جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو اداره می کنند و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا خب امروز هم که از وقایع مهم منطقه خودمون در منطقه خاورمیانه و نزدیک مرزهای ایران که از آشوب هایی است که این جمهوری اسلامی به راه انداخته از سالهای قدیم با شما در میان میگذاریم همچون که در, خبرها آمده تقریبا زد و های خیابانی در خیلی از شهرهای عراق از جمله بغداد و بصره و ناصره بین اقوام در حقیقت شیعی یعنی بین طرفداران جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و مردم عراق اختلاف افتاده و جنگ درگیر شده است. عرض کنم حضورتون که از دیروز یعنی بعد از اینکه آقای صدر مقتدا صدر که پسر آیت الله صدر هست ایشون مدت ها با سایر گروه های شیعی اختلاف نظر دارد و اختلاف نظرش هم این است که ایشان میگویند نیروهای خارجی چه ایرانی چه آمریکایی چه هر کشور دیگری باید از عراق خارج بشن و عراق یک کشور خودکفا مستقل و آزاد باید باشه و از دخالت نیروهای نیابتی بایستی جلوگیری بشود و بعد از اینکه آقای مقتدا صدر در حقیقت نتوانست این حرفش رو به کرسی برسونه استعفا کرد از اون رهبری حزبی که داره بنابراین و مردمم این رو تلقی کردن که در حقیقت آتش به اختیار شدن و آقای صدر کنار رفته البته با عصبانیت و احتمالا حتی اعتصاب قضا بنابراین مردم هم به خیابان ها ریختند و منطقه سبز که محل اسکان اصطلاح سفارت های خارجی سفرای خارجی و رهبران عراق هست در حقیقت شلوغ شد و اونجا رو اشغال کردند و حتی در استخر ریاست جمهوری شنا کردند و اونجا رو به تصرف درآوردند و بعد درگیری شدید بین طرفداران صدر و طرفداران هشت و یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی درگره و تا به الان حدود 23 نفر کشته و 600 نفر میگن یا 800 نفر زخمی شدند و علتش هم این است که درست زمانی که آقای صدر این صحبت ها را می کرد آقای کازم حائری محمد کازم حائری مرجع تقلید در حقیقت وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کرد که از مرجع تقلیدی از مرجعیت استعفا میده و آقای صدر و خیلی از نیروهای زیر مجموعه آن به این آقای حائری اقتدا میکنند از این نظر آقای صدر هم اعلام کرد که آقای حائری که این استعفا رو کرده تحت فشار جمهوری اسلامی بوده چرا برای اینکه در اعلامیه‌ای که آقای حائری اعلام کرد تقریبا تمام مواضع نیروهای رزمی یا طرفداران جمهوری اسلامی است و اینکه گفت من استعفا میدم از مرجعیت ولی شما برید به آیت الله علی خامنه ای اقتدا کنید یعنی به اصطلاح طرفدارانش رو به اطاعت از آقای خامنه ای رجوع داد و بعدم از هشت و دفاع کرد و حمایت کرد تقریبا همون ختمش های جمهوری اسلامی و به همین دلیل هم آقای صدر گفت که این آقای کازم هائری که مرجع تقلید هست این تحت فشار جمهوری اسلامی تن به این کار داده و الا این که نوشته به دلیل کبر سن یا ازدیاد سن نمیتواند وظیفه مرجعیت رو انجام بده حرف بی جاییست چون آقای خامنه ای هم خودش همین سنه هر دوشون در حد 84 سالشونه و حتی آقای هائری اخیرا دچار فراموشی و دیمنشیا هم شدن بنابراین این اتفاقات که افتاد بعد از اون بود که مردم به خیابان ها ریختند به طرفتاری از آقای صدر بعد چون موازه آقای صدر با موازه ملت عراق یکسان هست چون میگویند باید انتخابات آزاد باشه انتخابات حزبی و نمیدونم این سهمیه برداری احزاب کنار بره و یک انتخابات مستقل عمومی انجام بشه و کسانی که به مجلس میرن اونها بتونن با قانون اساسی که فعلا هست همکاری کنند و کار کنند و اینکه از سهمیه بندی احزاب جلوگیری بشه و دست بیگانگان هم از جمله جمهوری اسلامی بایستی کوتاه بشه حالا برای اینکه شما این موضوع رو متوجه بشید از اصل یعنی یادآوری کنم چون خیلی ها این مسائل رو میدانند یه تعریفی بکنم براتون از آقای صدر باید آقای صدر رو بهتر ما بشناسیم آقای صدر یعنی مقتدا صدر پسر آیت الله صدر از خانواده بسیار معروف مذهبی عراق هستند که ارتباط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داشتند در سال 2003 آیت الله ای یعنی آقای صد به دیدار آیت الله ای رفت و آیت الله ای از ایشون خواست که نصر الله عراق بشوند یعنی عین این که حسن نصر الله در بغداد در لبنان اون حزب الله اونجا رو تشکیل دادن و تقریبا اون مملکت رو به خاک سیاه نشونده و الان اونها هم دچار گرسنگی بدبختی و فساد داخلی هستند و اصلا کارایی مملکت رو از کار انداخته و یک سیستم ناکارآمد نظامی و غیر نظامی در همه ارسه ها به وجود آورده برای که اینا دست نشاندگان جمهوری اسلامی هستن با یک ارتش قدرتمندی که سلاحا و موشک ها همه چیز حتی بوجه و صبحانه و نهار و شامشون هم به قول آقای نصرالله از ایران میرسه این انتظار داشت که آقای صدر حس... هم مقتدا صدر که با اون نفوذی که در عراق داره یک حسن نصرالله لبنانی رو بسازن ازش و بعد آقای حسن آقای مقتدا صدر جواب داد به آقای خامنه ای که من میخوام خواهش کنم که شما در امور عراق دخالت نفرمایید بعد از این جوابی که مقتدا صدر به آقای خامنه ای داد آقای قاسم سلیمانی اومد تمام این کارتل های فساد و مسائلی که در راندخاری و مسائلی که در ایران هست رو در عراق پیاده کرد شروع کرد به نیرو جمع کردن تشکیل هشت و شعبی و نمیدونم اصاحب اعلی حق و گروه های مختلف که مسلح هم بودن و اسلحه و امکانات و پول و سازماندهی همه از طرف جمهوری اسلامی اونجا رفت و حتی در ساخت ساختمان ها و حرم ها و اینها همچنان که میدانید هزینه سرساماوری از کیسه ملت بیچاره ایران اینها پرداخت کردند و توانستند یک نیروی دیگری درست بکنند و در مقابل آقای صدر بیستند پس بنابراین تخم این درویی و درگیری از سال 2003 توسط جمهوری اسلامی و فعالیت سپاه قدس بخصوص شخص آقای سلیمانی ریخته شده و همینطور جلو آمده کم و بیش تا به اینجا رسیده بعد از مدتی آقای صد البته دو مرتبه به ایران رفت و مذاکراتی کردن و تا به امروز هم سعی کردن جمهور اسلامی که این آقای صد رو متقاعد کنن که بتونن در حقیقت یک عاملی برای سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه به قول خودشون خط کمربند سبز شیعی درست بکنن که از ایران به کربلا و بعدم از اونجا به سوریه و از سوریه تا لبنان در اینقدر یک مبارزه جویی و یک نوع ساختار ایدولوژی که رقابت بکنه با کشورهای عربی یا احتمالا سازمانهای نظامی و اسلامی دیگر این اصلش هست پس در حقیقت این گفتگوها درگیری ها ریشه چندین ساله داره و مستوجب این کار هم سبب این کار هم جمهوری اسلامی است که میخواد عین برنامه لبنان رو در اونجا پیاده کنه منتها به شکل دیگری یک زمانی در روی, رویا روی با آقای مقتدا صدر روحانی معروف و در حقیقت خوشفکر و که از جمهوری اسلامی دور شده و تا حدودی به کشورهای عربی هم رفت آمد میکنه در اردن در عربستان سعودی و سعی داره که این پان عربیست رو در عراق پیاده کنه و این دست ایران رو قطع بکنه آمریکا رو هم قطع کنه و یک کشور مستقل و متمدن و پیروز و موفق بسازه این خواسته های آقای صدر با خواسته های مردم عراق هماهنگی کامل دارد بنابراین وقتی که ایشون اعلام میده و طرفداران آقای صدر که خیلی هاشون هم ریشه در مذهب شیعه دارند به بیرون میریزند همراهی میشن به وسیله قالب مردم عراق از این نظر است که گفتار آقای سطر به اصطلاح پیش میره و ایشون رو به عنوان یک مرد قدرتمند عراق معرفی میکنه و الان با توجه به این اتفاقاتی هم که همین دو که دو روز افتاده قدرتمندی ایشون ثابت شده و در حقیقت چه آقای الکاظمی نخست وزیر و چه رئیس جمهور و چه بقیه حتی بقیه احزابی که بعضا هم با جمهور اسلامی ارتباطات نزدیکتری دارند تقریبا مایلن که این مسائل با صدر, با صدر حل بشه و بشینن با هم مذاکره کنن و تا حدودی بتوانند یک مسئله بینامه بینی رو برای صلح و ثبات عراق و ایجاد مجلس مجلسی که الان در حقیقت کار نمیکنه و دولتی که ناکار آمده است الان بیش از یک سال هست که دولت آقای کازمی دولت موقت هست برای که دورش تموم شده باید بره کنار و هنوز هم انتخابات درستی انجام نگرفته فقط انتخاباتی که در مجلس انجام گرفته جای صحبت داره که به اصطلاح اون قالب این افراد وابسته به حزب همین آقای صدر هستن که در حقیقت نمیتونه با دیگران اعتلاف کنه و کنار بیاد و در یک اقدام به نظرم اشتباه از هفتاد و سه نفر نماینده مجلس طرفدار خود خواست که از مجلس عراق خارج بشن و اونا هم استعفا کردن و بنابراین بعد این مجلس که هنوز هم تشکیل نشده به دست طرفداران جمهوری اسلامی و دیگران افتاد ولی هنوز هم ایشون کنار نرفته یعنی آقای صدر کماکان میخواد که اون مسائلی که ایشون داره چه نماینده باشه و چه مجلس باشه چه نباشه انجام بشه و یکی از کارهای خیلی جدی ایشون انتخابات مجدد برای کابینه هست و برای مجلس هست و برای ریاست جمهوری برای تمام این مسائلی که در پیش هست و ایشون به هیچ بچی رضایت نمیده که همراه با آقای آمری و دیگران که از جمهوری های هشت و شبی از صاحب اهل حق و کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند سر یک میز بشینه و این آقای قانی هم که در حقیقت معاون آقای سلیمانی بود هم هر چقدر رفته یا نتوانسته با آقای صدر ملاقات بکنه یا اگر ملاقات کرده به نتیجه نرسیده است پس منابر این اون چی که شما می بینید حاصل این جنگاوری و گرفتاری هایی که در عراق وجود آمده حاصل از بین رفتن منابع بسیار عظیم مالی مربوط به مردم بیچاره ایران هست که صرف ساختار و تشکیلات و اسلحه و غیره و غیره و این گروه های نیابتی ایران شده و همه اونها هم با خشم ملت عراق روبرو شدن کما که در 24 ساعت گذشته به تمام دفاتر هشت و شعبی در شهرهای بسره، بغداد، ناصره، ناصریه و در تمام جاها حمله شده و اونا رو تخریب کردند و خیلی از اونا هم کشته شدن یعنی در حقیقت حاصل این هزینه ها یک طرز فکر به اصطلاح مردم عراق علیه جمهوری اسلامی است که این نشان میده که هر جا که بدون برنامه به وسیله آقای سلیمانی و امثال هم رفتن و اصلایی دادن طرفداران نمیدونم دفاع از حرم در سوریه یا هشت و یا نمیدونم اربعینی که الان را انداختن و چند سال هم هست بودجه سرسام هزینه میشه هنوز به جایی نرسیده و احتمال جنگ بینابینی بین شیعه ها هر لحظه بیشتر میشه خب که خب یکی از نمونه هاش همین بود که دیروز اتفاق افتاد و دست به اسلحه کردن و تا, تا الان 23 نفر کشته و حدود 800 نفر زخمی شدن که حتما فرمانده پلیس بغداد هم یکی از زخمی شدگان است خب پس یک قسمت قضیه این است که این بازی هایی که جمهوری اسلامی درست کرده که وقتی میخوان میپرسن ازشون که شما در عراق چی میخواید تو در سوریه و در یمن و در لبنان و در همه اینها میگن این خاکریزهای جمهوری اسلامی است که ما درست کردیم که به ما حمله نشه و در حقیقت ما بتونیم این رژیم رو ادامه بدیم و داشته باشیم و همچنین داخل رو سرکوب کنیم و خارجم خیالمون راحت باشه بنابراین اگر شما به این این ای چیز ساده ای است که خود اونها خود مسئولان نظام مثل آقای لاجوردی و دیگران این رو اعلام کردند مخصوصا در زمانی که در قدرت بودند حالا یا خود دولت بارها اعلام کرده که این در حقیقت نیروهای نیابتی ما در لبنان و یا در عراق و یا در یمن اینها به خاطر حفظ نظام اسلامی در ایران هست اما بالاتر از این رو باید من عرض کنم اصلش اون ادامه خط ایدئولوژی چیزی که به عنوان خط مقاومت نام میبرند که البته من بارها مرز کردم این هیچ مقاومتی هم نبوده تا به حال این خط مقاومت هیچ ضربه ای به اسرائیل نزده و, نبایدم بزنه و قصدشون نمیدونم چه اسرائیلی ستیزی یا آمریکا ستیزی کی به اینها همچین رسالتی رو داده کما که آقای صادق زیبا کلام بارها در تلویزیون های خود ایران اعلام کرده که کی به شما آقای مردم ایران به شما رأی دادن که شما اسرائیل رو از روی نقشه دنیا پاک بکنید یا آیا در مکاتب اسلامی ما همچی دستوره یا پیام خداست یا این رسالت رو به شما دادن یا مردم خواستن هیچ کدام از اینا نیست این یک خط ایدئولوژی مربوط هست به آقای خامنه ای و نقشه ای که دارن که بتوانند از طریق تهران بغداد و دمشق و بیروت برند یک خط سبزی درست کنند به نام خط شیعی که این خط بتواند همین کشورها رو به عنوان کشورهای اسلامی متحد ایران و خود مرزهای ایران رو با این حکومت نظامی و اسلامی خودش حفظ بکنه و همین هم در حقیقت بتواند مقابله بکند با اون خط حجی که هر سال میرن در عربستان سعودی از تمام دنیا و در حقیقت پادشاهان سعودی خادمال این هستند برای سالها این یک مبارزه ای است که بسیار تلخ بسیار اصطلا کاستی پول باید خرجش کنی بسیار خرج داره و بعدم نتیجهش هم هیچ دست هیچ کس رو نمیگیره بخصوص برای ملت ایران هیچ نوع نفعی نداره جز اینکه ما را یک عده آدمهای متجاوز که در کشور بیگانه داریم با مردم اونجا میجنگیم برای که نیروهای نیابتی اون رو مستقر بکنیم و هزینهش هم از جیب مردم خودمون که به این فقر و فاقه و بدبختی و گرسنگی رسیدن این حاصل این سیاست است که خط شیعگری رو ما همینجور که آی خمینی هم میگو از کربلا راه قص از کربلا میگذره که از تهران تا کربلا و تا بعد به طرف سوریه و از اونجا به لبنان رو ما وصل بکنیم و این خط بشه این خط سیاسی نظامی که مقابله بکنه با کشورهای دقیقا مسلمان چون دشمن ما که نه روسیه است نه آمریکا است اونا هیچ کاری به این خط سبز یا خط ویژه ندارن اونچه که مسلمه برای بقای خودشون چون در داخل پایگاهی ندارند ولی می توانند سرکوب کنند به شدت ولی از خارج هم خیالشون راحت باشه که از خارج بهشون حمله ای نخواهد شد این در مورد اون چی که در بغداد در حال حاضر داره انجام میشه و مردم بسیاری در خیابان ها هستند و اون چی که پیش بینی میشه این است که این ساختاری که در عراق به وجود آمده به این زودی تصحیح شدنی نیست یعنی ما اصلا انتظار نداریم که در عراق مثلا آتش بس بشه یا صلح و صفای بشه به دلیل بیگانگی مردم با هم مخالفت حتی مخالفت احزاب نه تنها شیعه بلکه احزاب نزدیک به ایران هم با هم اختلاف دارن یعنی الان اختلافی رو که بین تمام گروه های سیاسی و قومی و مذهبی درست کردن هیچ وقت اینها کنار هم نخواهند بود الان بین احزاب کرد خب حزب دموکرات و گروه میهنی کردستان یا فرض کنید بین سنی ها هم یک اختلافاتی بین گروه هاشون به وجود آوردن از اون طرف اشایر عراق هستن از یه بر گروه های شیعه خودشون چندین گروه هستن مثل گروه صدر گروه آقای آمری که طرف ایران هست و آقای به اصطلاح مالکی نخست وزیر سابق هشت شبی خلاصه این گروه های مختلف شیعه که الان دست به اسلحه بردن خطرناکترین قسمتش هستن ولی بین سنی ها و کردها هم اختلاف شدید وجود داره بنابراین نشستن اونها سر میز مذاکره و طلب کرسی های مجلس کردن به نتیجه ای نمیرسه همون چیزی است که آقای صدر میگه بایست این مجلس منحل بشه و انتخابات آزاد بدون در نظر گرفتن گروه و مذهب و اینجور چیزها مردم بتونن به مجلس راه پیدا کنن و قانون عمومی و یک به اصطلاح قانون اساسی که برای همه مردم عراق هست مثل همه کشورها اجرا بشه و این گروه ها هم خل... سلاح بشون و به کارشون بپردازن یا اینکه به ارتش عراق بپیوندن به کشور نرمال باشه که مسلما جمهوری اسلامی زیر بار نخواهد رفت برای که میلیارد ها هزینه کرده حتی اون آدم هم که در اونجا هستن هشت و اینا هم زیر بار نمیرن اصلاحشون زمین نمیذارن و کشورهای خارجی مثل آمریکا و اروپا هم در همچین جایی دخالت نمی کنن. برای اینکه این منفعت اونها در ساکت ماندنشون است که بزنن اینها تا می توانند به هم مخالفت کنند و همدیگر رو بکشند و هیچ نوع خسارتی به دنیای متمدن و متجدد و دموکراسی های غربی نخواهد بود و از این نظر اونها کار خودشون میکنن اسلحه های خودشون میفرستن نیازمندی های این کشورها رو تامین میکنن و پول خودشون میگیرن در حقیقت خیلی دنبال این نیستن که حالا شیعه ها به هم صلح کنن یا سنی ها به هم صلح کنن یا کشور عراق مثلا یک کشور با سر سامانی باشه و و بتونه کارش رو پیش ببره جزء منافع ملی این کشورهای اروپایی نیست و الا اگر بود مثل جریان اوکراین جلسه میذاشتن همکاری میکردن پول میدادند و امکانات میدادن و اینا رو سرسامان میدادند. پس بنابراین کلا به نظر من میدل ایست از اون درجه اعتبار گذشتش خارج شده و کشورهای اروپایی و آمریکا اینها نمیتوانند خودشون رو معطل این بازی های سیاسی و آدم کشی های مختلف و حملات تروریستی و غیر و غیره بکنن که سالهای سال با اون مشغول هستن بنابراین امیدی هم به دخالت کشورهای دیگه نیست قبلا شاید ترکیه مثلا دخالت میکرد یا ایران دخالت میکرد ایران همون همه چیز شهر را زیر سر همین سپاه قدس و جمهوری اسلامی است ولی ترکیه هم یه پایگاه در اونجا زده و مخواست کمک بکنه و اونها هم دیگه خسته شدن و در حقیقت اونها هم عراق و جمهور اسلامی رو به حال خودشون گذاشتن و جمهور اسلامی البته خب مثل عراق نیست یه وابستگی هایی به روسیه به چین و به دنیای کمونیست درست کرده که بتواند حداقلش مثل کمونیست ها زندگی کنند که نه دین دارند و نه خدا را قبول دارند از در ایدولوژی اینها و نه هم به اصطلاح مرفه هستند و این راه رو برند و همچنان در حال جنگ و نسل با دنیا کنار بیان این اون چیزی است که حاصل 43 سال صرف میلیاردها دلار جمهوری اسلامی بوده این در عراق است در لبنان هم چیزی بهتر از این نداره در لبنان هم احزاب بسیار مختلفی هستند که خیلی هاشون به جمهوری اسلامی مخالفند و این حزب الله همیشه به زور اسلحه توانسته اونجا بماند و با اسلحه و پول زیاد بسا با آورده از جمهوری اسلامی است که اون هم خودش با وابستگی به سازمان های مثل حماس یا به سازمان دیگه فلسطینی تواند این کریدور و این شبکه رو هدایت کنن و ارتباط برقرار کنن و مبانعت از صلح و دوستی این کشورهای این منطقه بشن اما مسئله ای که پیش بینی میشه برای عراق رو در دو سه دقیقه خلاصه کنم و بعد بپردازیم به مسائل دیگه تمام خبرگزاری ها و افراد سیاسی و تحلیلگران سیاسی اعلام کردند که وضعیت عراق یک وضعیت بنبست است یعنی اینکه نیروهای ارتش عراق خب دخالت نمی کنن چون اگر هم اونا دخالت بکنن مجبور به دخالت نظامی است و از این طرف هم هست که نیروهاییم که هم اختلاف دارن همه مسلح هستند و جمهوری اسلامی میخواد کماکان در تمام تصمیم گیری ها در راندخاری ها در فسادی که حاکم بر عراق هست الان مثل ایران اون الگوی راندخاری و فساد و گسترده رو پیاده کردن و یک نیروهایی هستن که هم به قول آقای روحانی هم اسلحه دارن هم خبرگزاری دارند و هم پول دارن عین این رو در عراق درست کردن بنابراین هیچ کاریش نمیشه کرد اینا هستن مگر که یک نیروی بسیار عظیمی در عراق به وجود بیاد از مردم و بتوانند با یک درگیری سنگین و حسابی برای سالها بتوانند اینها رو سر جاش رو بشونن و اگر و نیروهای دیگه هم که خب باید دخالت بکنن مثل مثلا آقای کازمی که خودش الان یک سال خوردی است که غیرقانونی غیرقانونی که نه یعنی دورش تموم شده همچنان هست و دولت عراق نخست وزیر منتخب نداره ریاست جمهوریش که عرض کردم همینطوره بین کورت هم اختلاف هست قوه قضاییه عراق هم متاسفانه باز هم در اختیار جمهوری اسلامی است که اونها هم نمیتوانند تصمیم درستی بگیرند الان امروز که سه شنبه هست قرار هست که شورای عالی دادگستری یا دادگاه عالی عراق اعلام کنه مثلا مجلس رو منحل بکنه تا راه برای انتخابات جدید باز بشه و هر کسی دو مرتبه پای صندوق های رای بره و بعد در انتخابات جدید بتوانند دولت جدید رو تشکیل بدن و این هم پیش بینی میشه که این کار رو هم یا نمیکنه به اصطلاح دادگاه عالی عراق یا اگر هم بکنه بازم مورد رضایت همه نیست اگر مجلس رو منحل بکنه و انتخابات رو اعلام کنه که این به نفع جریان صدر هست و همه مردم عراق ولی نارضایتی عمده میلیشیا هشت و شعبی و نیروهای طرفدار ایران رو داره اگرم لغو نکنه که مورد به اصطلاح عدم رضایت طرفداران صدر و مردم همیشه در صحنه به قول خودشان در اونجا قرار میگیره پس بنابراین حتی تصمیم دیوان عالی یا دادگاه عالی عراق هم اگر هر تصمیمی باشه باز هم مشکل رو حل نکن نخواهد کرد کما که اعلام کرده بود که این وظیفه این دادگاه نیست و اگر بازم این را اعلام بکنه یعنی در حقیقت همون آش و همون کاسه است و اختلافات حل نشده و مردم در کف خیابان ها هستند و یک کشور ثروتمندی مثل عراق که نفت و گاز و همه این امکانات را هم داره دست خوش این ایدئولوژی و این گرفتاری های منطقه که بیشترش از جمهوری اسلامی دامن زده شده است اما مسائل دیگری که باید عرض بکنم خدمت شما مسئله این برجام هست برنامه جامعه اتمی ایران من بارها در همین برنامه خدمت شما عرض کردم که جمهوری اسلامی سیاست آرام کردن مسئله ولی نه سول کردن و نه امضا کردن این رو داره میدونید که پارسال که آقای ظریف حدود یک سال و اندی سر این برنامه مذاکره کردند و تمام شده بود و آقای روحانی میگو اگر یک ساعت ما ظرف یک ساعت این برجام رو امضا بکنیم تحریم ها از بین خواهد رفت و پول سرشار که ما در خارج از کشور داریم و نفت های به اصطلاح ذخیره شده روی آبهای خلیج فارس و غیره رو به فروش میرسانیم و خلاصه وضعیت دگرگون خواهد شد ولی اون یک ساعت رو هیچ وقت به آقای روحانی ندادن و در حقیقت آقای رهبر ایران همین امروز با ملاقاتی که با آقای رئیسی داشت گفت خوش به حال شما و خیلی ممنون و سپاسگزاری کرد از آقای رئیسی که پای رهبر رو به به ماجراها نکشیدن و نگفتن که ما نمیتونیم کار کنیم یا اختیارات لازمو نداریم یعنی اون کاری که منظورش دقیقا روحانی بود که آقای روحانی حرفها رو میزد که اگر من اجازه داشتم ظرف یک ساعت تحریم ها رو بر داشتم یا شبیه این که همش به دامن رهبر میرسید و اون رو به اصطلاح در میان می که مخالف صلح و دوستی و امضای برجام و غیره و غیره و به فروکش کردن این تنش های منطقه است منظورم این است که همین رهبر همین امروز هم اشاره کرد پس در حقیقت برجام اینها کاری که دارن میکنن این است که خب اگر همینطور این چیزشون بره جلو ساخت یعنی قنیسازی اورانیوم رو مثلا که الان 60 درصد همجور به طرف بالا ببرن و سانترفیوش هایی که امروز میگفتن 174 تا سانترفیوج دیگه جدیده که IR6 هست اینها رو اضافه کردن همینطور برن جلو خب باعث میشه که موجب خشم اسرائیل و آمریکا و نیروهای اروپایی بشه و در حقیقت یک عمل ناگهانی پیش بیاد یک حمله ناگهانی پیش بیاد و بنابراین اینها رو به درد سر بندازن بنابراین اینا اون رو نمیخوان و نمیخوام سر کنم بنابراین هر از مدت یه چیزی رو علام میکنن مثلا آقای ظریف وقتی رفت کنار که اون گفت که در حقیقت سیاست میدان بر وزارت خارجه تسلی داره حاکم اونا هستن و اونها نمیخوان و حتی اعلام کرد که روسیه شوروی هم روسیه همین الان هم نمیخواد و بنابراین اشاره کرد که اقداماتی که در حضورشون اتفاق افتاده و نارضایتی روسیه از امضای برجام رو اطلاع داد بنابراین الان هم همین هست الان هم اینها بعد از اینکه که آی کنار و تیم جدید آمد اینا گفتن بله اون تیم قدیم خیلی باج داده امکانات داده همه چیز داده و ما نمیخوایم اینجور باشیم و میخوام با عزت و احترام و نمیدونم از این حرفای تعارفات زندگی کنیم بنابراین نیاز به فکر داریم که پنج شیش ماه تا الان شاید نزدیک یک سال هست که اینا طول دادن و دو مرتبه گفتن بله ما وارد مذاکره میشیم مدتی طول کشید تا به وین رفتن وارد مذاکره شدن بعد گفتن ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم بنابراین در حالی که همه چیز از آمریکا میخوان جالب این که اینا میخوان با آمریکا حرف هم نزنن یعنی حرف نزده از طریق واسطه بتونن یک ما تمام کنن خب این خودش زشتی این مسئله رو در قرن حاضر و در دنیای دموکراسی نشون میده که چقدر افتضاست. بنابراین این رو کشش دادن و بعد حالا قطر آمد جلو عمان آمد جلو آقای مکرون از فرانسه آمد جلو و تمام این کشورها همت کردند و آمدند و امروز و فردا و هفته دیگه تا اینا رو راضی کردند که به مذاکرات برگردن دوباره به این مذاکرات آمدن گفتن ما باید بر تخته خودمون میریم و فکر بکنیم و اونجا هم که رفتن فکر بکنن ما هفته ها طول کشید تا بالاخره در هفته گذشته اروپایی ها به زحمت افتادن و یک طرحی رو که خلاصه اون مذاکرات بود رو آوردن و گفتن این این دیگه قابل مذاکره نیست و بایستی یا ایران امضا میکنه و آمریکا یا نمیکنه و ما دیگه پایان میدیم به این مذاکرات طولانی و نفسگیر که خب بعدم دیدید که ایران باز حق بازی و زبردستی و با همین مسائل که حالا این هفته باید جواب بدیم هفته دیگه ما کامنت هایی داریم ما قبول داریم ولی مسائل پیشنهاد هایی داریم این هم این پیشنهادات با آمریکا بره آمریکا پیشنهادات رو نمیپذیره میپذیره خلاصه این موش و گربه بازی رو تا به امروز ادامه دادن به چند دلیل یکیش این است که به اعتقاد من این مسئله رو کش بدن تا این دانش هستهی کامل بشه و بتوانند پیشرفت هستهی داشته باشن و اون موقع وارد دنیای هستهی بشوند، به عنوان یک کشور دارای دانش هستهی به رسمیت شناخته بشن و این ماجرا تمام بشه این یکی از اهداف جمهوری اسلامی میتونه باشه اهداف دومشون میتونه موش و گربه بازی های اتحاد امین روسیه است که این روسیه هم چون مورد تحریم قرار گرفته در حال جنگ با اوکراین و حمایت کشورهای غربی از اون طرف است و اگر ایران این برجام رو امضا کنه و میلیون ها بشکه که روی آب داره نفت وارد بازار بشه روی ثبات و قیمت ها تاثیر میذاره و نهایتا تحریم های روسیه رو یه خورده از بین میبره و, و روسیه هم وضعش بهتر میشه و روسیه این موقع داره به دخالت میکنه که آقا من در تمام این صحنه از شما حمایت کردم و مثلا در شورای امنیت در جاهای دیگه و نذاشتم که آمریکا به شما فشار بیاره و شما هم الان نمیتونید این کارو بکنید بنابراین در حقیقت یک پای استراتژی روسیه هم وسط هست که اجازه نمیده به اینها این کار بکنن کما که, که همین امروز اعلام شد که آقای عبداللهیان به مسکو خواهند رفت رو روز چهارشنبه و مذاکره میکنن با رهبران روسیه راجع به برجام و بعض از مسائل مربوط به آذربایجان جاهای دیگه بنابراین شما میبینید پس یک فاکتور هم وجود در حقیقت روسی است یه فاکتور سوم دیگه هم انتخابات پیش روی آمریکا و اسرائیل هر دو در نوامبر هست که احتمالا در انتخابات کنگره آمریکا و سنا پیش بینی میشه که هر دو مجلس در اختیار ریپابلیکن ها قرار بگیره و اون وقت اونها اگر طرحی داشته باشن و برنامه برای برهم زدن برجام اون موقع اعلام میشه و نهایتا وضعیت ایران هم میتونه اون موقع روشن بشه بتوانند اینها هم جبهگیری یا در حقیقت موزگیری بکنن در قبال اونچه که در انتخابات نوامبر آمریکا اتفاق میفته بنابراین حدس میزنم که اینها تا یکی دو ماه دیگه که به هشتم نوامبر صبر خواهند کرد و همین موش و گربه بازی ها و امروز میایم فردا نمیایم و پیشنهاد دادیم پیشنهادمون عوض شده نشده و اینکه سپاه باید فلان باشه تحریم ها این چنان باشه اون چنان اینها رو بازی بدن تا یکی دو ماه دیگه که بتونن نوزه گیری بکنن این سه فاکتور هست که مورد نظر جمهوری اسلامی است و در حقیقت اون چی که مردم ایران از کیسهشون میره همون ثروتی است که باید به وسیله از فروش نفت به دست بیارن نمیارن جیب خالی و فقر و گرسنگی و بدبختیه حاصل از این سیاست ناکارآمد رو مردم ایران باید بپردازند حاصلش این است و علتش هم این است که منافع مردم با منافع دولت در تضاد است یکی از دشمنان این نظام همین مردم هستند. و خود دولت هم اعلام کرده و میدونه و میبینید که در تمام جبهه ها هر جا که مردم هستن مبارزه میکنن افراد دستگیر میکنن زندان های زیاد بدون حتی قانون بدون مشروعیت بدون مقبولیت جهانی ترجیح میگن یا ما این کار رو انجام بدیم برای اینکه دشمن ما اینها هستن از اون طرف مردم هم هم در, در تمام تظاهرات که میگن که دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست یعنی در حقیقت این تضاد و دشمنی بین نظام جمهوری اسلامی برای اینکه بمانند و همین راندخاری ها و همین اختلاص ها و همه اینا که شما میبینید خیلی هم گسترده تر از گذشته شده این رو ادامه بدن و حفظ نظام رو در اولویت و مردم هم در فقر و گرستنگی و بدبختی زندگی بکنن این حاصل اون چی که سیاست های جمهوری اسلامی هم در داخل هم در خارج هم در نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه این بوده حاصلش این هست و کاری دیگه هم نمیشه کرد البته کاری دیگه نمیشه کرد که خب بالاخر هر کدام از اینها یک اصطلاح درجه ای داره یه زوری هست به قول طرف گفت که ما زیر بار زور نمیره مگر زور خیلی زور باشه بعدم بنابراین اگر این زورهایی که در سرکوب مردم به کار میبرند یک روزی تمام خواهد شد و انقدر نخواهد بود که مردم رو سر جاشون برس بشونه و اون شورش ها آغاز خواهد شد کما که شورش گرسنگان در حال تکوین هست هر روز ما معلمان فریخته و شریف ایران رو میبینیم بازنشستگان مورد احترام رو میبینیم کارگران زحمتکش ایران رو میبینیم همه اینها در خیابان ها هستند و رهبرانشون در زندان ها و همه دارن یک تقاضا یک حداقل زندگی رو میکنن که متاسفانه فراهم نیست برای که عرض کردم از یک طرف این تحریم ها وجود داره از یک طرف این بودجه ای که در حال حاضر هست و فروش نفت قلابی و به اصطلاح تقلبی است این پول ها این کارها خودش هزینه بر هست مثلا که آیزاریف گفت ما 40 میلیارد دلار فقط برای رفع تحریم ها خرج کردیم برای که تمام این جاهایی که اینا میگن ما رفع تحریم میکنیم باید پول اضافی بدن کشتی های بدون پرچم بخرن یا اگر پرچم کشوری باید باشه باید پول اضافی بدن باید ملوانان اونها رو خیر راضی کنن پاسپورت های تقلبی براشون درست کنن این چیزاشون رو بسونن بتونن راهیابشون یا اون اینترنتشون در دریاها خاموش بکنن و بعدم پولش که حاصل میشه از چند بانک بین المللی به کشورهای مختلف فرستاده بشه و از اونجا تا به ایران برسه و اینها هزینه های سرسامآور یک رژیم ناکارآمد در اثر سیاست های ناکارآمدش هست اینا حاصلش بالاخره یک جایی متوقف خواهد شد و ما نمیدونیم که اون وقت چه خواهد شد با اونچه که به نظر من میتونید شما نمونه ای از این مخالفت ها در نظر بگیرید همین فوتبال مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بود که به هزار زحمت این خانم ها سالیان دراز حتی خصوصی کرد اون دختر آبی و بعد توی چشم این خانم ها فلفل به چیز زدن و کتک زدن و آتوم زدن بهشون ناراحتشون کردن ولی بالاخره راه پیدا کردن به داخل استادیوم بعدشون خواسته بودن که شعارهای دختر آبی و شعارهای اون کاپیتان تیم استقبال اینها رو ندن و اینها تا راه پیدا کردن با که 500 نفر بیشتر نبودن چنان هیجانی درست کردن و همه شعار دختر آبی دختر آبی و همچنین وقتی که اون سرود سلام فرمانده که مورد توجه رهبر ایران هست رو گذاشتن هو کردند و مردها را هم همراه خود کردند و شما دیدید که در تمام رادیو تلویزیون ها پخش شد در فضای مجازی پخش شد و نشان داد که فاصله بین مردم و این نظام چه اندازه است و اندک به فرصتی که پیدا میشه چگونه این اتفاق میفته و خانم ها من فکر می کنم تا به حال مبارزات زیادی کردن و می بینید که تا یک دستاورد کوچکی پیدا می استفاده می و شاید در آینده همین رهبران اپوزیسیون زنان فریخته و شجاع ایران باشند ما به پایان برنامه می رسیم از همه شما سپاسگزارم بینندگان گرامی و همچنین از جناب فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو هدایت کردن و همچنین از مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا در شهر زیوای تورنتو تا هفته ای دیگر چشم دل باز کن که جان بینی آنچه است آن بینی به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که کافی آفتابیش در میان بینی